تظاهرات ضد دولتی در کیف، پایتخت اوکراین، دوشنبه نیز با حضور هزاران تن در میدان اصلی شهر ادامه یافت. بسیاری از آنان یک شنبه شب را با وجود سرکوب نیروهای ضد شورش در چادرهایشان در این میدان سپری کردند. عده‌ای دیگر نیز با به تصرف درآوردن ساختمان شهرداری شب را سحر کردند. در همین حال صدها تن از معترضان که خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری هستند به محاصره ساختمان‌های دولتی پرداختند. یکی از کارمندان دولت میگوید می‌خواهیم نشان دهیم که کارمندان دولت از کارشان راضی نیستند و این پیامی کوچک به آنان است که اکنون وقت تغییر دولت است. تظاهرات شهروندان کیف در حمایت از امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا آغاز شد و پس از عقب نشینی دولت از این تصمیم گسترده تر و اعتراضی شده است. تقریبا همه معابر منتهی به نهادهای دولتی در کیف با زنجیره انسانی مسدود شدند. تردد خودروها در برخی از مسیرهای مرکز شهر نیز غیر ممکن شده. سازمان دهندگان از مردم خواستند که به تحریک‌ها پاسخی ندهند و تظاهرات مسالمت‌آمیز را به درگیری‌های خشونت‌بار نکشانند.